بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والا رسان بیننده با برنامه تلفن بازخوانی تاریخ در خدمت شما رسان بیننده هستیم و در خدمت استاد عزیز و گرامی استاد حسین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خیلی خوش آمدید. اما عزیزان بیننده، در واقع ما در برنامه بازخوانی تاریخ سیرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه، چهارمین خلیفه مسلمین رو شروع کردیم و چهارمین خلیفه راشد و رسیدیم به معرفی فرزندان ایشون در واقع و حالا از همسرانشون که از فاطمه رضی الله تعالی عنها در واقع نخستین همسر ایشون بودن، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در این برنامه به حول و قوه الهی در مورد حالا فرزندان علی رضی الله تعالی عنه و بیویژه ام کلثوم و ازدواج ام کلثوم با عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خواهیم پرداخت. اما سوسن زوگرامی، ما در برنامه حالا بگیم قبل از برنامه پیش در واقع در مورد سیرت علی که صحبت میکردیم رسیدیم به فرزندان ایشون، اما بگیم که فرزندان ایشون از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. اگه یک مروری بکنیم رو فرزندانشون و انشالله دیگه بیم به قضیه ازدواج ام کلثوم با عمر فاروق رضی الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مورد خاندان حضرت علی رضی الله عنه بود. اولین همسرشون حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و در طول حیاتشون دیگه با کسی دیگه ازدواج نکردند. ثمره این ازدواج که بحث ماست و خواهیم اومد انشالله به باقی همسران و باقی فرزندانشون در برنامه های آینده انشالله، ثمره ازدواجشون با حضرت فاطمه رضی الله عنها اون چیزی که حضرت حسن هست، حسین، و گفته شده که محسن که بعد از حضرت حسین به دنیا اومده و سقط شده و بعد حضرت زینب هست و بعد ام کلثوم رضی الله عنهم اجمعین. که حالا ام کلثوم که بحث امروز ما هست، در سال ششم نزد اهل سنت گفته شده، شیعان بعد میگن سال هفتم هجری، بله، متولد شده. این خیلی خلاصه در بحث، بله، فرزندانشون که انشالله ما به تفصیل، چون حضرت حسن و حسین، حسن که صحبت های شد که رسول الله صلی الله علیه و آله و حضرت حسین شخصیت اونها، مکانت اونها در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین در جامعه اسلامی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در نزد خلفای راشدین، در نزد اصحاب در مکه، در مدینه چه مقام و منزلتی داشتن، برخلاف خیانت و غدری که اهل کوفه و متاسفانه عراقی ها نسبت به این سیدین بزرگوارین حسنین داشتند، برخلاف خیانتی که اینها کردند، خواستن حضرت حسن رو به شهادت برسونند، حضرت حسین رو به شهادت رسوندند، با اینکه در ظاهر هم ادعای محبت اینها می کردند، اما در حقیقت در بین مسلمون ها حضرت این دو حضرت، این دو بزرگوار حسن و حسین از مکانت والایی برخوردار بودند، مکانت ویژه، احترام خاصی داشتند، بله، در میان اصحاب رسول الله و در میان سایر مؤمنین. بله، و منطور که خود رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که سیدا شباب اهل الجنه، بله، سرور جوانان اهل بهشت. اما سوسنی زگرامی، در مورد ازدواج ام کلثوم با عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما، در واقع حالا در منابع اهل سنت که در کتب حدیث و روایی در واقع و تاریخ اسلامی چیز مشهوریه دیگه، بهش اشاره شده در منابع زیادی، بله، یکی دوتا و ستا نیست، اما انگار خود حالا بگیم در منابع آخوندا در حقیقت در حالا روایتهاشون این هم وجود داره، یعنی در حتی در کتب اربعه شون انگار، در کتبی که به اسم مثل استبصار و حالا کافی و اینها که جزء کتب اربعه هستند، بله، تهذیب المفقهین، بله، اما
نوعی سردرگمی رو میبینیم، یعنی انگار هم این که اومدن به اون اشاره کردن که بله همچی چیزی اتفاق افتاده و هم به نوعی میخوان انکارش بکنن، یعنی هم به نوعی میخوام بگم بله ازدواج ام کلثوم با عمر بوده، هم به نوعی میخوام بگن که نه، یعنی انگار موندن تو این. حالا نتیجه گیری هایی یا بگیم چطور تقسیم بندی میشن اینها، چگونه یعنی رأی و نظر خودشون رو اعمال کردن تو این قضیه، اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم اینها رو؟ بله، نکنید همیشه یک فکری که اساس درست و منطقی نداره، بله، یک فکری که اساسش سراب هست، باطل هست، همیشه در برابر وقایع و حوادثی که رخ میدهد دچار سردرگمی میشه، نه چیکار کند؟ یه نظریه درست کردن، حالا این نظریه با واقع زندگی، با حقیقت زندگی اونها، با اون شخصیتی که بودن کاملا تناقض داره. آن چیزی که ساخته شده یک انسان‌هایی هستن که خارج از محدوده بشری هستند و آن چیزی که بودند نه بشر بودند، در یک جامعه زندگی می‌کردند. اینجا این تناقض پیش میاد، چیکار کنن با این چیزی که یک تصویر درست کردن از این بزرگواران، یک تصویر ذهنی در واقع و هیچ حقیقتی نداره، با آن حقیقتی که اونها بودن، با واقع زندگی اون، با واقع و حقیقت زندگیشون، اینجاست که 180 درجه با هم تناقض دارن. آنها موجودات خیالی هستن که به وجود نیومدن، آن چیزی که بودن حقیقت چیزی دیگری است. حالا اینجا وقتی تناقض میاد چیکار کنن؟ سرگردان میشن. بعد چیکار کنن؟ بدین خاطر است که شما در تمام مسائل دچار این تناقض هستن، سرگردانی هستن، ناچار هستن بدترین اهانت ها رو به حضرت علی رضی الله عنه میکنن. بله، مگه در بحث امامت نمیگن که حضرت علی سکوت کرد، بند انداختن گردنش، با خانم شکار کردن، زدن؟ بعد خیلی جالب است، میگن که علی خودش رو به اندازه یک دمپایی در آورد، سرپایی بود، اصلا زل خودش رو ذلیل کرد که دیگه کسی کاری نداشته باشه باش. خب تا این درجه با این مجبورن اینها برای حفظ یک فکر باطلی که درست کردن که حقیقت نداره، نه قرآن رو تایید میکنه، نه قرآن و نه سنت تاییدش میکنه، و قرآن تایید نمیکنه، زندگی واقعی که داشتن هم تایید نمیکنه، و عقل هم تاییدش نمیکنه، عقل که دیگه کلا این اصلا به طور کلی یک موجودات خیالی که درست کردن. وقتی اینا هیچ کدام نیست چیکار کنن؟ ناچارن برای حفظ این فکر باطل بدترین اهانت به حضرت علی بکنن. بله، این که همین که بگید که حضرت علی سکوت میکند، بند میندازنش گردنش، در برابر جنایتی که در حق خودش، در حق خانم، در حق دین و ملت میشه، در حق قرآن میشه، سکوت میکند، اونم اصلی از اصول دین که امامت و اصلی از اصول بله. دین میدونن. خب در واقع شما بدترین اهانت رو به حضرت علی نسبت میدید، برای چی؟ برای اینکه بتونه اون نظرش رو حفظ کنه. اینکه نشده چیکار کنیم؟ میان برای توجیه این نظریه این چرندیات و این اهانت ها رو درست میکنن و نسبت میدن به حضرت علی. یکی از همین قضیه بحث ازدواج حضرت عمر رضی الله عنه با ام کلثوم بنت علی رضی الله عنهم اجمعین هست. بنت علی و بنت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ام کلثوم دختر فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی پدرشون حضرت علی و حضرت و مادرشون حضرت فاطمه بود. بله، تأکید میکنن در این قضیه که ام کلثوم دختر فاطمه هست، فاطمه بنت رسول الله. بله، و خیلی جالب است در صحیح بخاری ما حتی این قضیه داریم که بحث حتی بعد وقتا حتی در بعضی از این سایت هایی که از سایت های معتبرشون هست به عنوان سایت آقای سیستانی، آیت الله سیستانی، میاد میگه که نه در کتب صحیحشون نیومده این قضیه. صحیح ما یعنی اهل سنت؟ نه، اهل سنت داره. بله، خب اینو به عنوان یه چیز مطرح میکنه که واقعا انسان تعجب میکنه. خب در صحیح بخاری حدیث 40-71 میخونیم که وقتی که یه لباسهایی آورده شد حضرت عمر رضی الله عنه توضیح میکند، بعد یه لباسی میمونه، بعد میگین چی کارش کنیم؟ کسانی که در مجلس بودن گفتن که گفتن چی؟ اعطی هذا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم التي عندك،
به دختر رسول الله که پیش تبه بده. یریدون ام کلثوم بنت علی، منظورشون ام کلثوم دختر علی بود. آره، حالا اگه دختر علی نبود میشد بیان که بنت رسول الله التي عندك. بله، صحیح بخاری است. این در صحیح بخاری حدیث 4071 مراجعه کن این حدیث. پس این قضیه بوده که واضح بوده، مشخص بوده، ولی ناچارن اینها برای آن چیزی که در ذهن خودشون درست کردن، تکفیر صحابه، درگیری که بین صحابه و حضرت علی به وجود آوردن، ناچارن وقتی که این حقایق رو باش مواجه میشن چیکار کنن؟ خب این اساسنی مرحله خیلی خطرناکی در واقع وارد میشین. نگاه کنید، شما از اهانت به خود رسول الله شروع میشه، یعنی علی عزو بالله میان به همسران رسول الله تهمت های ناموسی میزنند، یعنی با این گستاخی که اصلا کفار بگیم یا اونهایی که یعنی این جرأت رو ندارن که همچین گستاخی رو بکنن در حق رسول الله همسر. یک بار هم شد چقدر قرآن تند و صریح صحبت کردن، اون هم منافقین تاریک بودن. دوباره همین اتهام به علی رضی الله تعالی عنه و اینکه آقا یه بار اومدن ناموسش علی عزو بالله، یعنی جلو هیچ کاری در دفاع از ناموس خودش نکرد، دوباره در مورد دخترش. آیا اساساً من میخوام اینو بپرسم، آیا اینا متوجه نیستن دارن چه میگن نظر شما؟ یعنی فکر نمیکنن رو این چیزایی که دارن میگن که آقا ما داریم به پیامبر اهانت میکنیم، داریم به علی رضی الله عنه اهانت میکنیم. خب این کجاش محبت اهل بیت؟ این کجاش محبت پیامبر؟ اکثرهم لا یعقلون. واقعا اگه کمی انسان فکر میکرد، منصف بود، عقلشو به کار میبرد، هیچ وقت این حرفا رو نمیزد. ولی یه وقتهایی تعصب هست، انسان کور میکنه تعصب، و اینکه اعتقاد داره از نزد خودش که هر آن چیزی که اعتقاد من هست درست هست، حاضر نیست که دنبال حق باشه، اونو حق میدونه. اینجاست که دیگه از رسیدن به حق میمونه، اینجاست که تمام آن جهالت ها و خرافات ها و نادانی ها و جاوگوی ها رو همه حق میدونن، براشون حقه همش. دیگه عقل بسته شده، چون به یه قضیه ایمان آورده، اونو مسلم میدونه و هر چیز غیر از اینو باطل میدونه. الان تمام اینا فکر نمیکنه، حاضر نیست فکر کند که آیا این چیزی که میگیم شایسته ی حضرت علی هست. بدین خاطر این حادثه‌ای که رخ داده علمای شیعه رو متحیر کرده، سرگردانشون کرده. این ازدواج نیان چه کار کنن؟ به هم پاشیدن، از هم پاشیده شدن. یعنی واقعا من به تو میگم که اینها در برابر این قضیه نیان چه کار کنن؟ سرگردانن، به همدیگه هم هجوم میکنن، همدیگه رو جاهل و نادان هم معرفی میکنن. نمیدن چه کار کنن؟ رخ داده، اونم با چه کسی؟ کسی که اول اون دشمن دین و خدا میدونن، تکفیرش کردن. دختری کیه؟ دختر کسی که امام میدونه معصوم هست و خودش هم معصوم هست، بارده اون دخترم معصوم هست. معصوم هست، در اینجا تکلیف چیه؟ چه کار کنن؟ ناچار بریم به صلب موضوع مون، قضیه مون، فرضیه هاشون داره. چهار گروه الان تقسیم شدن، چهار گروه که واقعا بگم چی، به خصوص سه گروه اول که اصلا واقعا عقل انسان اگه خدا عقل بهش استفاده کنه میتونه که میدونه که چقدر بیراه رفتن. بله. گروه چهارم دیگه ناچار شدن بگن که آقا عمر که در ظاهر اسلام داشته دیگه، تمام اون احکامی که بر علی حضرت عمر صادر کرده بودن، تکفیر کرده بودن، ناچارن گفتن که بابا در بحث ازدواج ظاهر هست، ظاهرش مسلمون بوده. بله. بعد میگن که عمر که دشمنی و جنگ با علی نداشت، فقط مخالف بود، مخالف که کافر نمیشه. مخالفت و دشمنی فرق میکنه. آره. اینجوری گفتن دیگه، حالا خواهیم اومد انشالله وقت باشه. چهار گروه تقسیم میشن اینجا، یعنی گروه هایی که ظلماتون بعضها فوق بعض. بله. تاریکی ها، اصلا فکر امامتن همیشه میگم که فکر امامت تاریکی بالای تاریکی است، تناقض بالای تناقض، در دریایی از تناقض و جهل و تاریکی غوطه‌ور هست این فکر.
چون اساس قرآن نداره. بله. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هر چیزی، هر فکری که از غیر، از نزد الله نباشه، درش این هستی که از قرآن گرفته نشده. درست. اساس قرآن نداره، پیامبر نبوده، واقع زندگی نبوده، عقل اونو تایید نمیکنه. اولین گروه نظری که دارن چیه؟ بله. من که وقتی که ازدواج کرد، بله، چیه؟ با جن میگن ازدواج، میگن با یک جنی ازدواج کرد. کاشانی اونو در کتاب خودش الوافی جلد 21 صفحه 111 میاره که نقل میکنه از کتاب خرائج الجرائع از علی بصیر از جدعان ابن ناصر، حدثنا ابو عبید الله محمد ابن سعد، حدثنا محمد ابن حمویه ابن اسماعیل عن ابی عبدالله الرونینی عن عمر ابن اذینه، که میگه که به ابو عبدالله گفته شد به حضرت جعفر، که مردم میگن بر ما، بر علیه ما این دلیلو میارن که میگن که حضرت علی دخترشو داد به فلانی، ام کلثوم داد به فلان، زوج فلانن. دقت کن، حتی اینها آوردن اسم حضرت عمر هم براشون سنگین است، همیشه فلان و فلان میگن. بله. اون دوتا، فلانی و فلانی. مثلا آن که میگن جناب عمر و جناب ابوبکر. بله. و جناب عثمان. آره. میگه بله. نشسته بودن حضرت جعفر، تکیه زدن، بعد نشست گفت که اینو میگن مردمانی که این ادعا کنن که علی دختر شده به عمر، گمراهن، راه راست در رفتن. سبحان الله، امیر المؤمنین میتونه که جلو اینو بگیره؟ بله. میتونه جلو اینو بگیره. بعد میگه که کذبو ولم یکن ما قالو، اونطور که میگن نبوده، واقعیت نداره. نداره. میگه چی؟ میگه فلانی باردیک و این فلانن اومد پیش علی که با دخترش ام کلثوم ازدواج کنه. فابا علی، میگه علی قبول نکرد. بعد میگه که این فلانی، منظور حضرت عمر، رفت پیش حضرت عباس گفت که ای عباس، سوگند به خدا اگه علی دخترشو به من نده، هر صلاحیتی که دارید در مسئله حج، از بحث سقایه، آبرسانی به مردم و زمزم، اینا همه از شما میگیرن. به عباس میگه. به عباس، یعنی به نوعی داره تهدید میکنه. به عباس، تهدید عباس میکنه. دختر مال کسیست، داره تهدید به عباس میکنه. خب حالا این روایت رو دقت کنید، تا این ذهنیت، این عقل سازندگان رافضی بدونید که چیه. که بعدم علمای شیعه خودشون با دادشون در میاد، بابا این چه زشتی، چه ننگیست که آقا شما درست کردید و نقل کردید، که حتی اعتراض میکنن به مجلسی، تو چرا این آوردی؟ ننگه، عیبه. میگه ننگ، اصلا این آوردی ننگه. بعد میگه چی؟ میگه عباس وقتی که اومد با علی صحبت کرد، عباس هم اصرار کرد اگه کار نه دخترت ندی، اینا از دست ما میگیرن. نزلی میخواستی قبول کنه. بله، وادارش میکنه. میگه وقتی که حضرت علی این اصرار رو دید، تهدید عمر رو دید، او باشه. میگه بعد یه فرستاد، یه زن جنی اومد از نجران، یهودی هم بود، بهش گفته میشد صحیقه بنت جویریه، در شکل و شمایل ام کلثوم در اومد. بعد گفت خب حالا باش ازدواج کن. میگم عمرم مدتی بایی بود، که دید که این رفتارش عجیب و غریب هست. گفت که آله هاش، بنی هاشم ساحر هستن واقعا اینها. یه میخواست که اینو به مردم بگه که بعد کشته میشه. اون جنی یعنی؟ که حضرت عمر به شهادت میرسه. به شهادت میرسه. شهادت میرسه، بعد این جنی هم میاد میراثشو میگیره و برمیگرده به نجران. بعد از اون حضرت علی ام کلثوم بیرون میاره. این روایتی است که جناب آقای کاشانی، فیض کاشانی، در الوافی میاره. همین ازدواج جنی با همین ازدواج که تا حالا تو تاریخ اساسنی اصلا سابقه داره که کسی با جنی ازدواج. حالا هر چی باشه، ولی در اینجا، در این قضیه، در این قضیه شخصیت حضرت علی رضی الله عنه. بعد حتی اینجاست که شعرانی، میرزا ابوالحسن شعرانی، بله، در حاشیه که بر کتاب الوافی می نویسه، میگه که آن چیزی که این مصنف در قضیه جنی یهودی از اهل نجران نقل کرده، بله،
میگه کسان نقلن که مجهول هستن، اصلا نیازی نیست که ما نقلش کنیم. چی نیازی هست میگه که ما اینو نقلش کنیم؟ بله بله. بعد میگه که سازنده این خبر میگه که حضرت علی را مقایسه کرده با دیگران، میگه که رجالی که اینجا هستن وجود حقیقی ندارن. حقیقی ندارن. میگه اینجا اونجا بحث قضیه دوم هست که بله میاره که بحث چیزه. اینجا بله. میاره که بله بله اونجاست همون بالاتر. وکر بعد و بالاتر بالاتر یک کمی بالاتر اینه ها. میگه که چی؟ ولیس هذه الرجال الذين اسند بعضهم عن بعض الا اسماء مخترعه. بله. لم يكن قط بإزاه اشخاص في الخارج. هیچ وجود خارجی ندارن. بله. بیشتر روایتشون همینه. بعد میگه نگاه کن. فمن هو جذعان ابن نصر؟ محمد ابن سعد کیه؟ اینا کیه؟ محمد ابن حمویه کیه؟ بله. ابو عبدالله رونینی کیه؟ میگه هیچ کسی اینو ذکر نکرده از علما، ولیس اسماءهم في فهرست مؤلف الكتب. بله. الا عمر ابن عذینه. که این تنها از رجال مشهورین هست. اما غیرشون، غیر از عمر ابن عذینه، تمام موجودات وهمی هستن. بله، اخترعه احدهم. بعد پایین پاراگراف پایینش هم جالب اساسینه که اینجا میگه که و ذکره این گروه دوم هستن. اینا گروه دومه. این گروه دوم اینها حمله میکنه هم انگار. بله. این گروه دوم هست. جالب است که محمد آصف محسنی بله وقتی که اینو میاره، چون مجلسی اینو در کتاب بحار الانوار میاره. بله. بعد در مشرط بحار الانوار 225 میگه که نقل این روایه، این روایت که نقل کرده. بله. و امثال این روایت از فردی مثل مؤلف، مثل مجلسی و قبول اون عجیب و غریب است. و حکایت از سادگی محدثین داره. یعنی که تو اینو نقل کردید، قبول کردید، واقعا انسان خیلی ساده باید باشه. بله. میگه عجیب هست، غریب هست. میگه که مگه نمیدونه که نقل این گونه روایت ها یوهین المذهب، دچار مردم رو بدبین میکنه، مذهب رو دچار وهن میکنه، دچار سستی میکنه و یقل الاعتماد على احادیث اهل البیت، و اعتماد مردم بر احادیث اهل بیت کم میشود. و یجعلها مخالف للعقول، و اونو احادیث مخالف و عقل هست. این چی دارید درست کردید؟ بله. داد آقای محسنی آصفی هم در اومده که آقای چی دار آقای مجلسی در شأن تو نیست اینو نقل کردی. این هم چیزی که عجیب هست، غریب هست، خلاف عقل هست، سبب وهن مذهب میشه، اعتماد به احادیث اهل بیت از بین میرود. بله. خب میگه که فرواه مخالفه للعادات، مقطوعه الفساد، مجهوله الاسناد، بعد متعارض ضد احادیث معتبر و صحیح است که اومده که ازدواج رخ گرفته، انسان بوده. بله. پس این مسلک اول بود. حتی علی میلانی هم در کتاب خودش معاذرات فی الاعتقادات اینو زیر سوال میبره، در واقع این روایت رو. بعد میگه که روایات اصحاب ما یعنی شیعیان در مورد موضوع به سه دسته تقسیم میشه. میگه گروه اول که روایت هایی اومده که ما تایید نمی کنیم، بیشتر مردم هم تایید نمی کنند. بله. یکیش همین روایت هست که جنیه بود، جنیه بود. خب و حتی طوسی شیخ الطائفه در کتاب الغیبه وقتی با یکی از همین شیعیان در همین قضیه بحث میکنه، میگه بدین صورت هست، میگه اگه اینطوری باشه که در این صورت شما نمیتونید حقیقت رو قبول کنید که این فلانی واقعا خودش هست، این کن در کسی دیگه باشه. حتی ادعای مردن بکنن که فلانی مرده، نه، میگه نه نه مرده حقیقتا، کسی دیگه است، این فلان هست. میگه این دوچه مثلا انسان دیگه اعتماد نداشته باشه. بله. اعتماد از بین میرود، نمیدونی که واقعا این فرد حقیقی است حقیقی نیست. این دوچار انسان تخیل میشود و شک میکنه. انسان میگه فی موت جمیع الاموات، همه کسی مرده شد شما شک میکنه، نه نه این نمرده. خب اینطوری که شما میگید، میگه که وقتی به شکل دیگه در اومده. بله.
و یجیع منه مذهب الغلات والمفوضه الذين نفوا القتل عن امير المؤمنين عليه السلام و عن الحسين عليه السلام. میگه نتیجه چی میشه؟ همون مذهب مفوضه و غلات میشه دیگه. میگن حضرت علی کشته نشده. میگه نتیجه این روایتی که شما و این ادعایی که میکنید این هست. به اینجا میرسه. آره. پس اینجا میبینیم که اینقدر شنیع هست این روایتی که درست کردن که حتی داد خود علمای شیعه رو در آورده. بله. تو زشته، خوب نیست این. خلاف عقل هست. سبب وهن مذهب می شود. خب این پس فرضیه اوله در این فرضیه اولشون بود. این رأی اول بود، گروه که این اعتقاد داشتن. گروه دوم میگن که چی؟ میگن که ازدواج رخ داده. ازدواج اتفاق افتاده. اما یک نکاح حرام هست دیگه. چرا؟ میگه اجباری بوده، غصب بوده. تقیه بوده. غصب بوده و تقیه بوده. در نتیجه حرام هست، یک نکاح حرام هست. میگه واقعا این قابل قبول هست. آیا حتی علمای شیعه هم بعضی و خیلی اینو گفتن، روایت درست کردن برای این، و کسانی که به عنوان بزرگان مذهب هستن این رأی رو داشتن که اتفاق افتاده اما با اجبار بوده، اما میگن غصب شده. غصب شده یعنی چی غصب شده؟ خب روایتی دارن از حضرت صادق دیگه، ذالک فرجون غصبنا. غصبنا خیلی سنگینم هست. اونم کی؟ مگه شما مدق نیست؟ ام کلثوم هم دیگه از خانواده عصمت هست دیگه، معصوم هست. بله. هر دو معصوم هستن، هم زینب هم ام کلثوم. بعد باقی فرزندان همه معصوم هستن. چطوری میشه چیزی که اجباری به زور و تقیه به تقیه میگه دخترشو داده؟ خب شاید حالا یک احساس هنه چیزی که حالا بگیم این غلات و آخوندها در واقع مطرح میکنند یا روافض، و اونم این که آقا امامت اصلی از اصول دینه و من عند الله هم هست و باید این امامت دیگه به وقوع میپیوست و حفظ بشه و حفظ بشه. حالا اگر علی رضی الله تعالی عنه اجازه داد که زنش فدا بشه، دخترش هم فدا بشه برای اینکه این امامت عملی بشه، کجا شد؟ آیا به نظرتون این نه چند چقدر شد؟ کجا عملی شد؟ کجا حفظ شد؟ بله کجا حفظ شد؟ به خاطر واقعا این شناعت و زشتی قول در اینجاست که اینها میگن که حفظ امامت چون اصل هست، اینجا امام تن داده به این قضیه برای اینکه از جان یعنی خودش محافظه. آقا شما دقت کنید، زشترین بدترین اهانت ها روافض که مدعی محبت اهل بیت هستن به اهل بیت داشتن. بله. یعنی آقا میگه به خاطر حفظ مقام امامت سکوت کرد، بند انداختنش گردنش، با خانمش این کار کردن، الان دخترش هم به زور ازش گرفتن. چه امامتی؟ چی حفظ شد؟ چه کرامتی شما برای حضرت علی حفظ کردید؟ چه آبرو و حیثیتی ای هر روافض شما برای حضرت علی سیف الله المسلول اسد الله الغالب امام وقتی که اهل سنت خطبه جمعه چگونه حضرت علی رو معرفی میکنن؟ اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب. کسی که این گونه، حالا شما چه ارزشی برای حضرت علی گذاشتید؟ چه آبرو چه حیثیتی برای حضرت علی در برابر مردم گذاشتید؟ به خدا که یکی از اینها حاضر باشه این چیزایی که به حضرت علی صاحب برای خودشون راضی باشه. حتی آدم عادی اساسنی، هیچ یک آدم عادی بلی. اصلا که بگن به همسرش اهانت بکنن، دخترشو به زور بیان ازش بگیرن، اصلا کی میتونه؟ بعد این چه امامتیه که با خاری و ذلت باد بهش رسید؟ همشنه این چه امامت؟ با اهانت، با خاری، با ذلت. آره. این چه امامتی؟ من تعجب میکنم که وقتی که انسان هیچ عزتی نداشته باشه میخواد چی حفظ کنه؟ چی حفظ کرده؟ خب امامت قضیش گرفتن. بله. بعدم چه میگید توهینه‌ای که بهش نکردن؟ بعد خودشو چقدر خار و ذلیل کرد که کشته نشود؟ خب در برابر همسرش هم که دفاعی نکرد، دخترش هم که همین صورت. برای چی امامت؟ برای چی میخواد؟ برای چی به امامت مبعوث شده؟ خب حالا بیایم دقت کنیم، الان کسانی که معتقد به این هستن که این قضیه اجباری بوده، غصبی بوده، غصبی بوده،
هر جون غصبنا خیلی کلام سنگینی است. بعد خودش رکیک هم حساس است، بسیار بسیار حتی نفسش رکیکه. خب دختر رسول الله، دختر علی رضی الله تعالی، مگه اسم نداره که شما با اسم اونو نام ببرید بگی فرجون غصبنا؟ اصلا رکیک از خودش. اینو دوستان رافضی ما باید جواب بدن واقعا، که اینقدر ادعا میکنن که ما محب اهل بیت هستیم، اهل سنت رو اهانت میکنن، ناسبی میگن، تکفیر میکنن. ببینید که کی مستحق این است که واقعا ناسبی باشه؟ به ادعا که نیست. مگه نصارا ادعا نمیکردن که ما مسیح را دوست داریم، خدا ازشون قبول کرد، خدا ازشون قبول کرد که ما مدعیه که شما بله پیرو عیسی هستید، عیسی را دوست دارید؟ بل گفت عقیده شما خیلی خیلی دور از توحید، اصلا ربطی به توحید نداره. و آن چیزم که اینها به حضرت علی رضی الله عنه نسبت دادن هیچ ارتباطی با حضرت علی نداره. علم الهدا مرتضی در کتاب رسائل المرتضی جلد 3 صفحه 149-150 چی میگه؟ بزرگان روافض هست. بله، شخصیت بزرگی است. والذي يجب ان يعتمد في نكاح ام كلثوم ان هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا ايثار. از روی اختیار نبود. يجب ان يعتمد، از دید سید مرتضی علم الهدى میگه این چیزیه که باید قبول کرد، بدون مورد اعتماد قرار بگیرد، که عن اختیار و ایثار نبوده، یعنی اختیار حضرت علی و محبت حضرت علی نبوده. ولكن بعد مراجعه و مدافعه کادت تفضی الى المخارجه والمجاهره. بعد از اینکه عمر هی تکرار کرد، تهدید کرد که متهمش میکنم به دزدی، دو تا شاهد میارم دستشو قطع میکنم، دیگه مجبور شدن که ام کلثوم و عمر نسبت میدن به حضرت عباس، که در سلو کافی هم حاصل خواهیم دید. اینو میگه که حضرت عمر، حضرت عباس رو دید بعد از اینکه رفت پیش حضرت علی، حضرت عمر با خواستگاری کرد، گفت نه فلان و اینا. بعد حضرت عمر میگفت که مگه من چه مشکلی دارم؟ حضرت عباس میگه چی شده؟ میگه این طوریه، سوگند به خدا تمام صلاحیت ها ازتون میگیرم، بعد دوتا شاهد هم میارم گواهی میدن که این دزدی کرده، دستش قطع میکنه. خب چرا اینجا حضرت عباس نرفت اعلان کنه که ایها الناس این فرد میخواد این کار با ما بکنه؟ اونم که مکانت داشتن. خب بله، خب وقتی یه زنی بلند میشد اعتراض میکرد، الان عباس نمیتونست بگه که ایها الناس عمر میخواد با ما این کار کنه، عمر این تهدید رو به ما کرده، هیچ کس نگفت. عباس هم به خاطر حفظ اون پست و مقامش، مگه این پست و مقام فقط مال عباس بود؟ مگه ما بنی هاشم نبود؟ مگه علی جزء بنی هاشم نبود؟ بله، به خاطر این حفظ این پست و مقام میاد علی رو وادار میکنه، سعی میکنه. علی هم به خاطر اینکه دستش قطع نشود میاد دخترش رو میده. کدام عقل اینو قبول میکنه؟ خب استاد، میدونید اصل قضیه این است که اگر حالا در واقع این که اتفاق افتاده و خودشون هم اشاره کردن و این تعویلات و توجیهات، چون که همونطور که شما فرمودید الان پروژه امامت زیر سوال میره، وقتی که ما اینو بپذیریم و عوام اینو بدونن که علی رضی الله تعالی عنه، که اینها میگن آقا امامت من اندلا ازش گرفته شد، میگن چی؟ حفظ نظام؟ آره، برای حفظ نظام دیگه، اوجب الواجباته، اوجب الواجباته، اینجا برای حفظ امامت برای حفظ امامت حضرت علی هم فدا میشود دیگه. و در واقع اگر بخوان اینا بپذیرن که آقا این اتفاق افتاده، امامت دیگه نیست، تمام دیگه، تمام شد، همینه قضیه امامت، تمام کل شد، کل مشکلشون تو همین قضیه هست دیگه، ناچارن این اهانت ها رو به حضرت علی کنن. خب ما ازدواج دوباره عثمان رضی الله تعالی عنه که دو تا دختر رسول الله صلی الله علیه و آله رو گرفته، رسول الله صلی الله علیه و آله دختر ابوبکر رو گرفته، با دختر عمر ازدواج کرده دوباره حفصه. اصلا بین خلفای راشدین و رسول الله صلی الله علیه و آله پیوندهای خیشاوندی و ازدواجی مصعب بن زبیر با دختر حضرت حسین ازدواج، اینا رو میشه شکار کرد. بعد پسر حضرت عثمان با دختر فکرم حسین وارد ازدواج کرده، یا حسن. بله، خب اینو چیکار میکنن؟ این مصاحره ای که بوده بینشون،
خب اینجا بعد چی میگه؟ میگه و هذا اکراه یحل له کل محرم و یزول معه کل اختیار. سید مرتضی میگه که این اکراهی است که با این اکراه هر محرمی حلال میشه، هر چیزی که حرام هست حلال میشه، حلال میشه و تمام اختیارات دیگه از دست میره، تو اختیاری چیزی نداره، حرامی دیگه نیست. بعد میگه استدلال میشن به این قضیه که ذالک فرج غصبنا علیه. بعد میگه که احیانا ضرورت وقتی پیش میاد انسان مردار رو میخوره، مجبور میشه مشروب میخوره، اینها حرام هست. فما العجب مما هو دونها، تعجب نداره. خب چطوری چی قیاسی میکنن اینها؟ از یه طرف قیاس رو میگن درست نیست، بعد این قیاس در این قضیه امام معصوم من عند الله، این قضیه مهم و حساس، امام معصوم دختر هم معصوم میدن به یک فردی که کافر مرتد فلان 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 هست. بله. بعد من توجیه میکنم آقا اجبار داشته، تقیه. خواهیم دید که مجلسی دن میمی آقا تقیه کرده که بار داد بعضی از علمای شیعه در میاره همین قضیه‌ای که میگن که حضرت علی تقیه کرده. بله. چطوری با تقیه میاد دختر خودش رو معصوم میده؟ اگه این اونجاست که دیگه میگه آقا این زنا هست، شما دارید تهمت نسبت میدید زنا را به حضرت علی و دخترش. یعنی همین ابوالحسن شهرانی هم این اشاره میکنه. آره شهرانی واقعا یک کم انسان عقلش رو به کار بندازه به این نتیجه میرسه، ولی خب بعدم میبینیم که خود شهرانی هم سرگردان نمیدونه چیکار کنه این قضیه. بله. آقای رضایی پشت خط هست. آقای رضایی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سلامکم الله ان شاء الله. جناب حضرت آقای حسینی عزیز، آقای اسماعیلی فرمودن که رضایی پشت خط است، اما تا ما میام تو برنامه شما با آقای اسماعیلی بگیم رو خط هستیم دیگه رو خط نیستیم. آقای اسماعیلی زود حوصله سر میره و قطع میکنه. محضر ما باید قطع نمی کنه آقای رضایی. بفرمایید. بله بله بله، من چه طریقه ای کردم درست من بفرمایید صحبتون رو بفرمایید. خواهش میکنم جناب آقای حسینی بزرگوار، اون روایتی را که از ما خونده میشه بعد این دال بر عدم ازدواج است نسبت به دختر حضرت علی با خلیفه دوم. اون روایت میگه که جناب عباس به حضرت علی خبر دادن که قصه اینطور شد بین من و عمر این مطالب رد و بدل شده، از من این سوالات کرده که در من نقصی میبینی و من خواستگاری کردم دخترش رو از من چیز کرده عبا کرده و این کارا رو میکنم اگر نده. و حضرت از عباس سوال کرد خب کار بکنم، عباس فرموده باشن که این کار رو به من واگذار کن، اما دیگه روایت دنباله چیزی نمیگه که ازدواجی محقق شده باشد. یعنی عباس بعد از اینکه حضرت بهش فرموده باشد، حضرت علی بهش فرموده باشد که خب من به شما اختیار دادم، عباس با اون متانت و با اون کارشناسی که داشته است و با اون به اصطلاح چیرگی که بر امور داشته مسئله رو فیصله داده جوری که حضرت علی دختر نداده است و حضرت علی خب قصدش نبوده بده دیگه، روایت میگه قصدش نمیخواست. حالا شما آقای رضایی تا اینجا متوجه شدیم در واقع مطلبتون رسید و شما دارید رأی یه گروه از اینها را میگید در واقع، و حالا شما تو اون طیفی هستید که میخواید اینو انکار کنید، اما قضیه این ازدواج در واقع در خود منابع شما اومده اصلا در خود این منابع این کلام میگه که اصول کافی میگه که فرج غصبناه علیه چیه؟ این فرجون غصبنا که میگه آیه رضایی شما چطور تفسیر میکنید؟ فرجون غصبنا اگر که این مسئله باشد که یعنی این مسئله به زور از ما قصد شد که علیاذ بالله همون مسئله بودار میشد که شما اشاره پس ازدواج اتفاق افتاده دیگه آیه رضایی. پس قبول دارید که اتفاق افتاده؟ نه افتاده. پس فرجون غصبنا چیه؟ حضرت داره میگه که اینجا به ما اهل و بیت نسبت به این مسئله خیلی حاد شده، یعنی خیلی جرأت پیدا کردن، دیوارها حریم ما را شکستن،
یکی از چیزهایی این تفسیر که این تفسیر شما را هیچ یک از علمای شیعه هم نکرده آقای رضا. این تفسیر از کجا آوردید شما؟ فرجون و سبنا هیچ یک از علمای شیعه همچی تفسیری نکردن والله. یعنی من نمیدونم این از کجا آوردید شما. آیه رضا مطلبتون مشخصه دیگه، در واقع رأیی که شما گفتید، اما جمع کثیری از خود علمای شیعه در حقیقت حدیث بگیم ازدواج عمر فاروق با ام کلثوم آوردن، به این اعتراف کردن، حالا در این میان تقسیم بندی شدن، در واقع تیف تیف شدن، و همونطور که حالا موضوع برنامه ما هم هست، حیرت و سرگردان ماندن و برخیشون اعتراف کردن و گفتن به این که اصلا این ازدواج اتفاق. حالا آقای اسماعیلی، بله، ما که برای شما زحمت ایجاد کردیم و بالاخره روی خط اومدیم، بذار به یه نتیجه برسیم. یعنی شما نظریه علمای ما را نسبت به این مسئله دوم فرجان غصبنا را بگید اینجا نظرشون چی بوده؟ نوشته با ما نشون بگید. استاد حسینی توضیح میدونشون به ما نشون بگید. حالا ما یه مشکلی داریم که درست نمیتونیم بعضی رسالا پیامانو، من مشکل دارم به خصوص لپتاپ. حالا اجباری ندارم من، لپتاپ من مشکل داره، دیروز هم نتونستیم نشون بدیم. آره اشکال، من براتون آدرس ها میدم، شما آدرس ها یاد داشت کنید. خوبه؟ بله، من نسبت به امین بودنی که نسبت به شما، ایمانی که به امین بودن شما در تجدید دارم، اصلا ازت مطالبه نمی کنم که حتما به من نشون بده روایت را. گفتید این حق شماست، حق بینندگان هست که اون چیزی که ما میگیم مستند باشه. چشم انشالله. بله، ولی خب دوست دارم نظریه اینو مستند بهتون میارن انشالله. چی میگن؟ این نظرشون اینجا چیست؟ نرده به اون حدیث اولا که عباس قصه این یکی امام صادق فرموده فرضون قصه نا، اینجا نظرشون چیست؟ چه تحلیلی دارن؟ بله، انشالله ما اینو متشکرم از آقای حسینی. خدا نی آقای اسماعیل، خدا حافظ. خدا حافظ آقای رضا. بله محمد پشت خط هست. آقای محمد بفرمایید. آقای محمد از ایران، سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشین. زنده باشید آقای من. بفرمایید. آقای حسینی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خدمت. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقای محمد. در مورد این بحثتون من جمله ای رو از مجموعه الفتاوا میخونم، فقط خواستم توضیح بدید. من سوالم فقط این است که این جمله رو یه مقدار توضیح بدید. کتاب مجموعه الفتاوا جلد 3 صفحه 285 ابن تیمیه نوشته است: و لهذا کان سلف و مع الاقتدال یوالی بعضهم بعضا لا یعادون که معادات الکفار. با چه رفتی برنامه ما الان بس ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم هست؟ ازدواج اونو دارم میگم، در مورد ازدواج عمر با ام کلثوم. آقای حسین چرا عجله میکنید؟ یه خط میخونم تمام. بفرمایید. فیت ولو بعضهم شهادت بعضن و یأخذ بعضهم العلم عن بعضن و یتوارثون و یتناکهون و یتعاملون به معاملت المسلمین بعضهم مع بعض مع ما کان بینهم من القتال و تلاعن و غیر ذلك. منظورم همین قسمت آخرشه. میفرماید اصحاب با هم اسم می بردن، ازدواج می کردن، بعضی با بعضی مسلمان معامله می کردن، با اینکه بین آنها جنگ بود و همدیگر را لعن و نفرین می کردن. یعنی این چه توضیحی است؟ آیا امکان داره بین این دو مسلمان، یعنی علی علیه السلام و مثلا عمر، تلاعن باشه، لعنت همدیگه باشه، قتال باشه؟ از اون طرفم دخترشو میتونه بده. این سخن آخرم نتونستید دلیل بیار. جواب بحث ما خیلی واضح و آشکار هست، همیشه این گونه هستید. دلیل چیزی بحث واضح و آشکار بیار، بعد بیای توجیهات کنید. این به شکل عمومی داره صحبت میکنه، خودتون خوبم میدونید که این داره به شکل خیلی عمومی داره میگه اینها با هم این گونه بودن، درگیری هم داشتن. معناش این نیست که حتما اگه این درگیری به شکل عمومی هست بین تک تک اینها باشه، بین علی و عمر هم اینو باشه. داره به شکل عمومی داره میگه که اینها در بینشون درگیری بوده. مگر حضرت حسن بود که با دختر طلحه مگه ازدواج نکرد؟ یکی از همون فرزندان حضرت چیز است. طلحه خب در جنگ با حضرت
در جنگ با حضرت علی در جنگ جمل کشته می شود. بله. پس اینی که شما میایید این قضایا را بدین صورت مطرح می کنید خیلی دور از انصاف است. انصاف نیست. بحث ما خیلی واضح و آشکار هست. بعد میاد میگه که حالا یعنی امکان داره که حضرت علی و عمر با هم دیگه لعنت کن بعد ازدواج شدن با هم دیگه. آقا یه مسئله کلی داره میگه. میگه این درگیری‌ها با هم داشتن؟ ازدواج هم با هم دیگه داشتن. یعنی این که این ناراحتی و درگیری‌هایی که داشتن سبب نشده که بهشون درگیری نفاق و افتراق و کینه و دشمنی ایجاد بشه. ازدواج هم داشتن. بله. حضرت مصعب بن زبیر با دختر حضرت حسین ازدواج میکنه. با سکینه یا سکینه خودمون میگیم. خب اینها بوده. امکان ناراحتی هم داشتن. خب عبدالله بن زبیر با عبدالله بن عباس ناراحتی هم داشتن. بیعت نکرد عبدالله بن زبیر. عبدالله بن عباس با عبدالله بن زبیر. بله. اما با این حال با هم ارتباط های صمیم داشتن. پسر عمه هم دیگه هم بودن. اقوام هم دیگه هم بودن. اینه که شما میخواد از آب گلالود بهت ماهی بگید. آقا نصوص صریحتون در اینجا بیار. اینجا شما چی میگید جناب آقای کاوس محمد کیه؟ محمد. که شما وقتی که امام معصومت میگه که فرج غصبنا چی میگی آقا اینجا؟ آقا حسینی جواب اینو بدید. فرج غصبنا امام آقا. معصوم ما آقا صحبت آقا از امام معصوم میکنیم. دختری که معصوم هست معصوم هست امام معصوم هست. شما میاید بعد میگید که فلانی فلانی ابن تیمیه اینو گفته. شما بیا تو این بحث که ما داریم. نه اجازه نمیدم. من یکی صراحتا بس دیگه از بس دروغ میگی تو چپ میرید و راست خودون به در دیوار میکوبید برنامه رو منحرف کنید. آقا ما خیلی واضح مشخص داریم صحبت میکنیم. حضرت ابو عبدالله گفته که فرج غصبنا یعنی چی؟ شما بفرمایید. اجازه میدی؟ اینو بفرمایید. اجازه دو بحث دیگه نیست. بحث ما امروز اینه که علمای شیعه سرگردانن، حیرانن، نمیدونن چی کار کنن. یه دروغی درست کردن امامت، حالا توش موندن. علی دختره شده به عمر، چی کار کنن؟ چی میگن؟ نه خیر، اینو موضوع صحبت کن تو باشه. فرجون غصبنا، اینو بگو. امام معصوم، امام معصوم میگه فرجون غصبنا. آقای محمد، صحبت کن. حالا بگو. فرجون غصبنا یعنی چی؟ چرا گفته شده سر امام؟ خواهش میکنم وسط حرف نیاین. اگه این موضوع میگی بله. تو همین موضوع اگه لطف کنی. چرا همینو میگم؟ آخه اجازه نمیدی که لب تکون بدی. باشه بفرما حالا ببینیم. صحبت بفرما. آقای حسینی. آقای رضای خوف بر بودن. شما شخصیت علمی هستید. عجله نکنید، عصبانی نشید. یه نفرم بیرم تفزت اینجوری از پول در نری. نه، آخه شما وقتی میاد بحث و منحرف میکنید. ما خیلی واضح و آشکار داریم سرگردانی شما روافض و در برابر یک امری که واقع شده داریم بیان میکنیم. من آقا ابن تیمیه اینو گفته که یا خود و بعد من بعد ازدواج میکردن با اینکه ناراحتی هم داشتن. خب چه ربطی داره؟ به شکل عمومی داره صحبتای میکنه. الان درگیری که بین سران نظام بین خودشون هست آیا باعث شده که اینا از داره دین رو در کنن؟ آقای کروبی آقای موسوی در حصر هستن اما آیا مرتد شدن؟ آقای حسینی بفرمایید محمد مطلب تو بگو. میخواستی توضیح بدی در مورد خواهش می‌کنم یه لیوان آب خنک در مورد فرجون غصبنا بفرمایید محمد توضیح بده. بله آقای اسماعیلی. آقای محمد اگه لطف کنی حاشیه نری این ور اونور همین فرجون غصبنا شما اگه جواب بدید و سر شما خواستن شما لطف کنید به آقای حسینی یه لیوان آب بدید آب خنک بشه اول مؤدب باشید مقدار درست صحبت کنید و بعد آب بدید. به شما گفتن آقای محمد یه مطلبی از شما خواستن گفتن اینو توضیح بده اینو برای ما توجیه بکنید تو این قضیه چرا این چیزی که گفته شده دیگه این ورون ور نرید آقای محمد بفرما. باشه آقای اسماعیلی. بله. من وقتی شبکه زدم این عرضه را هم داشتم که آقای محمد بازم شما دارید حاشیه میرید نمیخواد جواب جرأت نمیکنید جواب بدید. آقا محمد تو و دوستانت همیشه اینطور هستید جرأت نمی‌کنید. میاید یک چیزی تکه از یک چیزی می‌گیرید مثل دیروز دوستتون اومد یک تکه انداخت در رفت. حاضر نشد دنبالش رو بخونه پریروز هم دیروز بود. حالا شما همین گونه هستید. صحبت ما موضوع مشخص هست. شما سرگردانی متحیر هستید. نمی‌دونید چی کار کنید. اهانت دارید می‌کنید به حضرت علی. اصلا به حضرت عمر که دیگه اصلا حضرت علی رو خرد کردید.
پایمالش کردید، زیر پاتون له کردید، اونطور که اون نقیب طالبین میگه که مثل دمپایی خودشو کرد، شما اونو مثل یک دمپایی کردید، اهانت دارید بهش میکنید. اینو ما میگیم بابا بیا جواب اینو بیده که این شما حاضرید اینو در مورد خودت بپسندی، به شما اینو گفته بشه سر بلند میکنی؟ کسی بیا دخترتو به زور از تو بگیره سرت توی مردم بین مردم بلند میکنی؟ بله بیننده بعد آیه حمید. آیه حمید بفرمایید. آیه حمید سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بزرگوار خدمت جناب آقای حسینی هم ادب و احترام دارم. بفرمایید. بله جناب آقای حسینی، در باب ازدواج جناب عمر ابن خطاب با جناب ام کلثوم سوالی از شما داشتم، این رو جواب بفرمایید خیلی ممنون میشم در موضوع برنامه. بله در این مورد حالا یک سال داشت، حالا بتونید همون یک سال رو بپرسن شما آقای حسینی، ممکنه یعنی یک سال بیشتر جایز نیست، یک سال داشتم آقای حسینی اگر حالا وقت کار بعدی رو بپرسن. سوالم اصلیم این هست جناب حسینی عزیز، جناب آقای اسماعیلی عزیز، روایتی است که در کتاب‌های شما با سند صحیح اومده در مورد ازدواج جناب عمرتون با جناب عمر خطاب، آقای البانی رو در سلسله احادیث صحیح خودشون تصدیق کردن، گفتن حدیثی است که طرق زیادی داره و به جمعی طرقش حدیثی صحیح، روایتی صحیح که روایت این گونه است که جناب عمر، روایت این گونه است که جناب عمر بن خطاب ام کلثوم را از امیر المومنین علیه السلام خواستگاری می کنند، یک خطب عمر بن خطاب الی علی بن ابی طالب ابنته من فاطمه، این خواستگاری را انجام می دن، امیر المومنین علیه السلام ابتدا می فهمند که ایشون خب نشتم هست، ولی در نهایت امیر المومنین ام کلثوم رو می فرستن به خدمت آقای عمر بن خطاب. میگه زمانی که ام کلثوم رفت به نزد عمر بن خطاب و اخذ به ساقه ها، گرفت ساق پای او رو گرفت، در روایت دیگری داریم که باز با سند صحیح کشف عن ساقه ها، پای او رو برهنه کرد و گرفت، در روایت دیگری که باز همه طرق رو البانی آورده حتی او را بوسید، یعنی قبل از اینکه ازدواجی صورت بگیره. میگه ام کلثوم آنچنان عصبانی شد و ناراحت شد، گفت اگر که تو امیرالمومنین نبودی عمر بن خطاب، هشم تو را من کور می کردن، هشم تو را در می آوردن. حالا اینجا سوال من از شما این از جناب آقای حسینی گرامی، این روایت که در کتاب های شما اومده، طبق این روایت تکلیف آقای عمر ابن خطاب بیست، تکلیف علی ابن عبی حمید، آقای حمید مطلبتون رسید، متوجه شدیم، سوالتون هم واضح، اما با کسب اجازه استاد حسینی، اولا شما امانت علمی رو اصلا رعایت نکردی، یعنی فریبکاری و تلویز در این قضیه کردی. چرا؟ چون که شیخ البانی بعدها بر میگردند تجدید نظر میکنند رو این روایت که بیشتر مطالعه میکنند و اینو تضعیف میکنند و تضعیف این روایت رو هم در سلسله الضعیفه خودشون میارن. این یک مطلب، یعنی رعایت امانت علمی رو اصلا نکردی، این تحریفه و تلویز هست. آیه هم اما شق دوم استاد حسینی پاسخ میدن. شق دومش شما نباید سرتون بالا بیارید بر اساس این روایت. اینجاست که یکی از علمای شیعه جناب آقای نورالله تستری، بله، وقتی این با این روایت مواجه میشه، یعنی واقعا شما اینجا این روایت که ما میگیم ضعیف هست از اصلش، هم حتی اگه شیخ البانی، حالا الحمدلله که برگشته، بله، چون شیخ البانی رحمت الله علیه در باب تصحیح حدیث مشهور است، منهجی دارن، منهج متساهل هستن، ساده میگیرن، آسان میگیرن در تصحیح، اما در بحث تضعیف خیلی قوی هستن، یعنی چیزی که تضعیف کرده دیگه واقعا تضعیف کرده، ضعیف هست. جناب آقای شهید نورالله تستری چی میگه وقتی که میاد این قضیه را میخواد مطرحش کنه؟ میگه که نقل میکنه بالاخره از یکی از کتب اهل سنت داره میاره، از استیعاب نقل میکنه که بعد میگه که و اینی لأقسم بالله على ان الف ضربت على جسده علیه السلام و اضعافه على جسد اولاده اهون علیه من ان یرسل ابنته الكریمه الى رجل اجنبی قبل عقدها اياه ليريها فياخذها ذلك الرجل ويضمها اليه ويقبلها ويكشف عن ساقها وهل يرضى بذلك من له ادنى غيره من احاد المسلمين لولا. دقت کنید با این همه مقدماتی میگه که کاری سیه هیچ کسی انجام، کسی غیرت داشته باشه انجام نمیده، راضی نمیشه، لولا بطور توجیه میکنه
که چرا علی سکوت کرد در برابر کاری که عمر کرد؟ آخه سرتون بالا نیارید، این روایت زشت تو بخونی هستن، استدلال کنی بهش، داری به حضرت علی چه اهانت میکنی؟ اینجا این آخوند خودت داره میگه کسی که غیرت داشته باشه این کار انجام نمیده. غیرت من آحاد المسلمین، فرفر چه برسه به علی؟ لولا علمه بان الامتناع عن ذلك يؤدي الى الوقوع فيما هو اعظم ضررا من هذا ومن هلاك نفسه واولاده ايضا. به خاطر اینکه دیگه کشته نشه، فرزندانش کشته نشن، و هو خوف ثوران فتنه بین المسلمین، فتنه در بین مسلمان ها به وجود نیاد. به خدا چه اهانتی که شما نمی کنید، حدیثی که ضعیف، موضوع نادرست، همه را قبول میکنید، توجیه میکنید و ارتداد الخلق و افناء دین. میگه دین از بین میرفت اگر اجازه نمیداد که عمر این کار نکنه. بله، میگه مردم مرتد میشدن، دین از بین میرفت. فسلم علیه السلام و صبر و احتسب، تسلیم شد علی رضی الله. این بفرمایید، این شخصیتی است که الان السوارم المحرقه الشهید نور الله تسری صفحه 200. چون من سیستم که مشکل داره چلا که بتونم تا یک شنبه مشکل هم حل کنم. بله، در این کتاب داره میاره، کتاب السوارق المحرقه، مه بعد شهید نور الله تسری صفحه 200. میگه کسی که کمترین غیرت داشته باشه این کار انجام نمیده، اما حضرت علی به چه خاطر چین کار انجام داد؟ چرا بی تفاوت بود در واقع؟ عکس العمل اینو میاد توجیه کردن، بند انداختن گردنش، با خانمش این کار کردن، حالا با دخترش هم این کار میکنه. اینه که زشت اصلا، این ننگه که تو بیای اینو این روایت رو بخونی بگی که فلانی تصدیق کرد. بله، به فرض اصلا تو کوب چه ارزشی داشت برای حضرت علی قائل شدی؟ شما عمر رو اصلا تکفیر میکنید، دیگه هیچی. ولی یه کسی که معصوم میدونید، دخترش هم معصوم هست دیگه، خاندان عصمت هستن دیگه، یعنی دختر از پدر جرأتش بیشتر باشه، خاک عالم بر سر کسی این اعتقادات رو داشته باشه که بیاد بگه که بله دختره جرأتش غیرتش از پدر بیشتر بود. بعد ما توجیه میکنم، میگه که نه، این هیچ فرد مسلمانی راضی نمیشه، اما حضرت علی راضی میشه. سلم و صبر و احتسب، احتساب اجر. عجیب، یعنی انسان ساکت بشه در برابر این کار، بعد بیاد استدلال کنه یه چیزایی عجیب غریب. اینه که شما قبل از اینکه یک شبهه‌ای بندازید فکر کن، ببینن که اصلا در شأن این هست که شما اینو مطرحش کنید، در شأن هست، در شأن حضرت علی که شما اونو به عنوان کسی که عالم الغیب و شهاده هست، فلان هست، فلان هست، در شأنش هست، تو بعد باید اینو بخون، حتی اگر در صحیح اهل سنت هم اومده باشه، شما نباید اصلا اینو بیانش کنید. ولی همینطور که گفتم، واقعا روافض وقتی که علما بزرگان میگفتن که نه اهل عقل هستن و نه اهل نقل هستن، و همیشه شما وقتی میخوندیم تو کتاب، میگفتن که خیلی انسانهای احمقی هستن، واقعا من تعجب میکردم چطوری احمق هستن. ولی الان واقعا انسان میدونه، میبینه که چه چیزایی میگن. واقعا اونا وقتی که با اون بزرگان بحث میکردن، به سخافت و یعنی پوچی افکارشون میخندیدن که این چه فکریست که شما دارید، نه دلیل از عقل، نه دلیل از نقل. بله، حالا این توجیهیست که جناب آقای نورالله تستری میکنه، یعنی به همه چیز، به خدا هر ذلتی، هر زشتی، بی غیرتی، بی ناموسی دارید به حضرت علی رضی الله عنه نسبت میدن. بله، تشکر، ممنون استاد سینا از گرامی، ممنون از حضورتون. وقت تمام شد، هنرستیم ان شاء الله توفیق بده هفته آینده بحثمون کامل بشه. ان شاء الله ادامه بحثو میریم. به حول و قوه الهی زن بیننده از حوصله همتون هم ممنونیم و تا برنامه بعد همتون رو به الله متعال میسپاریم. الله متعال یار و نگهدار همتون باشه.